در گزارش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هشدار داده شده است که هرگاه نهادهای غیر حکومتی کمک‌هایشان را متوقف سازند، بخش بهداشت کشور مفلوج خواهد شد. یافته‌های گزارش این کمیسیون که در درازای 5 ماه از فعالیت‌های شفاخانه‌ها، مراکز بهداشتی و نهادهای مربوط به وزارت صحت‌عامه در کابل و 7 حوزه کشور آماده شده است، نشان می‌دهند که با وجود پیشرفت‌ها در برخی از بخش‌ها، به ویژه در کارهای عملی‌سازی برنامه‌ها، مشکلات فراوانی در این وزارت وجود دارد. یک جاهایی بوده که استثنان در اونجا نتونستیم کاملا به تمام معلوماتی که نیاز داشتیم دسترسی پیدا بکنیم. بعضیش به دلایل مسائل امنیت گاهی بوده که همکارا محدود بوده شرایط کار برشان. بعضی جاها هم بوده که بعضی از ادارات بسیار بسیار همکار نبودن. ولی با وجود از او همکاری رهبری وزارت در این قسمت ما کاملا داشتیم. در این گزارش آمده است که حتی شماره از بیسوادان در بست‌های مدیریتی وزارت صحت عامه گماشته شدند. گزارش نشان می‌دهد که در میان 13562 کارمند وزارت صحت عامه، 3485 تن فارغان صنف 12 هستند و 23 تن بیسواد در بست‌های مدیریتی و 44 تن با تحصیلات میان در بست‌های 5 و 6 استخدام شدند. اصلاحات در سکتور صحت افغانستان یه از جمله سکتورهایی بوده که توجه بسیار کم و در موارد اصلا توجه در ایجاد اصلاحات در سکتور منابع بشریش، در نظارت داخلیشان و همچنان از بین بردن تضاد منافع در سکتور صحت یا توجه نشده یا توجهش بسیار اندک بوده. وجود تداخل وظیفه‌ای میان ریاست‌های وزارت صحت عامه و همچنان میان وزارت صحت عامه و نهادهای بیرونی، کمبود کارمندان نظارتی، مقطعی بودن نظارت از چگونگی مدیریت اجراءات شفاخانه‌ها و عرضه خدمات صحی، پاکی و نظافت شفاخانه‌ها در مرکز و ولایت‌ها و نبود رسیدگی و مشکلات کارمندان شفاخانه‌ها و بیماران از چالش‌های جدی در این وزارت گفته شده‌اند.